درگیری میانی نیروهای امارت اسلامی و خواهرزاده عطا محمد نور. روزی گذشته پنجشنبه اول ثور، پس از حمله مرگبار بر مسجد سیدکان از مسجدهای شیعان در مرکز شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ، درگیری میانی نیروهای امارت اسلامی و سهیل زمره خواهرزاده عطا محمد نور، والی پیشین بلخ و رئیس شاخه انشعابی حزب جمعیت اسلامی آغاز شد و سرانجام درگیری با کشته شدن سهیل زمره پایان یافت. این درگیری اولی ساعت 7 شام آغاز شده بود. محمد آصف وزیری سخنگوی فرماندهی امنیت بلخ میگوید که اولی ساعت 7 شام دیروز در کوچه بابا قنبر از مربوطات حوزه دوم امنیتی شهر مزار شریف میان نیروهای امارت اسلامی و افرادی وابسته به عطا محمد نور درگیری رخ داد که در نتیجه با کشته شدن سهیل زمره پایان یافت. به گفته آقای وزیری، ساحه نامبرده و طور کامل توسط نیروهای امارات اسلامی پاکسازی شده است. سخنگوی فرماندهی امنیت بلخ می‌افزاید که از این افراد 3 میل سلاح کرانکوف، 1 قبضه راکت و 1 میل تفنگچه نیز به دست نیروهای امنیتی امارات اسلامی افتاده است. در همین حال بلال کریمی از معاونان سخنگوی امارت اسلامی نوقت شب گذشته در توییترش نوشت که شام پنجشنبه در منطقه بابا قنبر از مربوطات حوزه دوم امنیتی شهر مزار شریف یک تنکی از خانه خود بر نیروهای امارت اسلامی شلیک کرده بود، در نتیجه حمله متقابل نیروهای امارت اسلامی کشته شد و 4 میل سلاح، 1 دوربین و مقدار مهمات به دست نیروهای امارت اسلامی افتاد. با این حال منابع محلی در بلخ میگن که در این درگیری امیر حوزه 4 امنیتی شهر مزار شریف و شماری از نیروهای امارت اسلامی نیز کشته شدند. سخنگوی فرماندهی امنیه بلخ اما این موضوع را رد میکند و میگوید که تلفاتی به نیروهای امارت اسلامی وارد نشده است. این در حالی است که روز گذشته شهر مزار شریف گویا یک انفجار مرگبار نیز بود. اولی ساعت 12:40 پس از چاشت روز گذشته انفجاری در داخل مسجد سیدکان در شمال روضه مزار شریف رخ داد. این مسجد مربوط شیعان است. منابع گفته که در نتیجه این انفجار نزدیک به 40 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت این حمله را گروه دولتی اسلامی داعش بر عهده گرفته و ادعا کرده که بیش از 100 تن را به قتل رسانده است. این انفجار واکنش های بسیاری را در داخل و خارج کشور در پی داشته است. دیروز ولایت های کابل، ننگرهار و کندز نیز گویی انفجارهایی بودند که در نتیجه آن شماری کشته و زخمی شدند.